حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن ما رو همراهی می‌کنند. خوش آمدید. با توجه به تماس وزرای خارجه روسیه و جمهوری اسلامی، به نظر شما آیا روسیه حاضر هستش که در راستای خواستهای جمهوری اسلامی به اسرائیل فشاری بیاره؟ خب البته در راستای منافع جمهوری اسلامی نه، اما در راستای منافع خودش صد البته که مایل هستش. در پرونده این که پرونده بین المللی شده، الان تمام نهادهای بین المللی، بسیاری از نهادهای بین المللی ورود کردن، دست کم سه رکن از ارکان سازمان ملل متحد ورود کردن: دبیرخانه، شورای امنیت، مجمع عمومی. واقعیت این هستش که ببینید، بایستی ببینیم اساسا نقش روسیه در این بحران غزه چیست. پیشتر من تعبیر کرده بودم از اینکه روسیه غایب حاضر در این جنگ هستش. نگاه کنید، روسیه ای که روابط بسیار بسیار حسنه و تنگاتنگی با اسرائیل داشت، حادثه 7 اکتبر، اون حادثه مهیبی که منجر به کشته شدن 1400 نفر اتباع اسرائیل شد و 200 نفر گروگان گرفت، شانس روسیه محکوم نکرده، تا الان این رو محکوم نکرده. در قطعنامه هم که روسیه پیشنهاد داده بود برای اینکه آتش بس بشه، باز هم نامی از حماس نیاورده بود که خب حماس این رو آغاز کرده، محکوم هستش، حالا آتش بسی برگزار بشه. نه، ولی روشن هستش که در این جنگ روسیه یک نفع بزرگی برده. آنچه که او سودمند شده این هست که پرونده اوکراین عملاً از توجه افکار عمومی جهانیان به کنار رفته. یه واقعیتیه دیگه، کسی تحولات جنگ اوکراین رو آنچنانی که جنگ تحولات غزه رو پیگیری میکنه پیگیری نمیکنه در مورد اوکراین. از این رو روسیه به نظر من تا اینجا بهره‌مند شده. روسیه بدش نمیاد این جنگ ادامه داشته باشه. روسیه بدش نمیاد اسرائیل رو کمی تنبیه کرده باشه. چرا میگم تنبیه کرده باشه؟ به دلیل اینکه در جنگ اوکراین، در قطعنامه‌ای که مجمع عمومی صادر کرده بود مبنی بر اینکه روسیه کشور متجاوز است، اسرائیل رأی مثبت داده بود و این برای روسیه بسیار دردناک بود که کشور دوست. از طرف دیگه چین هم گفته از راه حل تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین به طور جدی حمایت میکنه. به نظر شما آیا این به معنای فشار سیاسی بر اسرائیل برای آینده غزه است؟ بله، چین چنین اظهار نظری که داره. از اون بزرگتر امریکا متحد اصلی و پشتیبان اصلی روسیه. دیدید که آقای بایدن مقاله‌ای رو تازه دیروز منتشر کرده، در اونجا به تأکید و تصریح اشاره کرده که تنها راه حل ممکن برای این نزاع 75 ساله تشکیل دولت فلسطینی است در کنار دولت اسرائیل. خب این اظهار نظر امریکا از دوستان اسرائیل هست، یکی از 5 قدرت بزرگ جهانی است. خب بریتانیا همین نظر رو داره، فرانسه همین نظر رو داره، چین همین نظر، روسیه همین نظر رو داره. قاعدتا فشارهای زیادی است روی اسرائیل که این وضعیت رو بپذیره، اما برای اسرائیل قابل قبول نیست که بله، در کنار خودش خاکهایی رو از دست بده و به هر حال این دشمنی دیرینه تبدیل بشه به اینکه یک قدرت، یک دولت مؤثری با استقلالیت و مرکزیت قدس شرقی پایتخت دولت فلسطینی باشه. ممنون از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن، ما رو همراه کرد.